با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون و به امیدی که هر کجا هستید شاد و موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، در برنامه امشب با آقای محمد رحیمی از فعالین چپ کردستان ایران گفتگوی داریم در مورد مسئله کردستان، سرکوب‌ها و ترورهایی که در کردستان ایران و عراق انجام میشه. همچنان که میدانید دو اقدام تروریستی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان انجام شده. سه تن از مبارزین کرد کشته شدند. در سال گذشته جمهوری اسلامی با موشک مقرهای احزاب کرد ایرانی را در اقلیم کردستان مورد حمله قرار داد و میتونیم بگیم که از 18 تا 21 تیر ماه 15 نفر از شهروندان کرد در ایران دستگیر کرده. دو تن از شهروندان کرد در زیر شکنجه در یک هفته گذشته کشته شدند. مجموع این مسائل را ما سعی میکنیم با آقای محمد رحیمی امشب در پیام در میان بگذاریم. با سلام به شما آقای رحیمی و با تشکر که دعوت ما را به این برنامه پذیرفتید. درود بر شما رفیق، خیلی ممنونم که این فرصت را هم در اختیار من گذاشتین که بتونم با بینندگان عزیز صحبتی داشته باشیم و درود میفرستم به بینندگان بعد. خب رفیق رحیمی، الان در جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا شهریور ماه به دولت عراق هشدار داده که باید مقرهای سازمانهای کرد ایرانی در اقلیم کردستان جمع بشه، وگرنه مورد حمله توپخانه و موشک قرار میگیره. خواستم اطلاعات شما در این مورد که اینجا اونجا اوضاع چگونه است در اقلیم کردستان عراق. خب اولا این مسئله چیز جدیدی نیست که به صف فشار بیارن، برای اینکه شما میدونید که طی 20 سال گذشته ابتدا میگفتن که نیروهای کرد ایرانی نبایستی از داخل منطقه این بستا از حریم جغرافیایی دولت اقلیم وارد خاک ایران بشن. ابتدا این بود مدت ها پیش. بعد رفته رفته بعد از اینکه متوجه شد که خب اینا قبول کردن هیچ عملیات نظامی در ظرف 20 سال گذشته که به عنوان پشت جبهه استفاده بکنن از پاک کردستان عراق اصلا انجام نگرفته، بنچه بهانه با این وصف رژیم جمهوری اسلامی مثلا در شهری مثل سلیمانیه بیش از 40-50 خانه تیمی مخفی داشت. من دارم حرف سال 2012 رو میزنم، دارم حرف سال 2002 رو میزنم که خودم رفتم به همین کنگره، مثلا همین کومله با عنوان مهمان رفته بودم، مجبور شدم اسلحه در اختیارم گذاشته بودم و چند تام پیشمرگه که بلای سرم نیاد، چون خانه تیمی زیادی داشتم همون زمان. بعد وقتی که فهمیدن که نه، مسئله نیروهای سیاسی کرد به خاطر در واقع عملیات نظامی نیست حضورشون در کردستان، بلکه حضور سیاسی دارن، بلکه در هر خانواده‌ای به دلیل سوابق تاریخی که به اصطلاح هستش این احزاب حضور دارن، حالا چه بخشی مال دموکرات بخشی جنبش کومله. و توی این دوره مسئله زن زندگی آزادی شما میدونید که در کردستان 3-4 تا اعتصاب عمومی موفق انجام گرفت، یعنی نیروهای سیاسی فراخوان دادن و مردم بهش پاسخ دادن. در نتیجه رژیم متوجه شد که مسئله در واقع فقط نیروها نیستن، بلکه کل مردمه. و شما میدونین که در دو جای ایران هنوز جنبش مسئله زن زندگی آزادی انقلاب، این جنبش خیزش انقلابی هنوز جان داره، یکیش کردستان یکیش بلوچستان. و به خاطر زهر چشم گرفتن، به خاطر انتقام گرفتن، به خاطر اینکه بالاخره مقاومت بکنه و این جنبش رو عقب برانه، این سیاست هاش
چه از اون جنایتی بگیر که در سطح ایران و البته از کرمانشاه شروع شد که دخترها رو مورد حمله شیمیایی قرار داد، مدارس دخترانه رو، و بگیر تا اینکه مثلا در به نسبت بقیه ایران شما فشار سیاسی بگیر و ببندی که توی کردستان هست، میبینین که این قابل مقایسه اصلا نیست با بقیه نقاط ایران. خودتونم اشاره ای کردین دیگه، آدم ها رو یعنی از مریوان، سنندج، کانگیلان، کرمانشاه، ارومیه، ماکو، نقده، زردشت، جایی نیست پاوه که آدم ها رو دستگیر میکنن، میبرن ناپدید میکنن. بعضی ها بعد از یه مدت جسدشون پیدا میشه، بعضی ها رو زیر شکنجه میکشن، بعضی ها رو اعدام میکنن، مثل اون جوان در مهابات که منجر شد به اینکه مردم بریزن به خیابان ها و اینها. و یک بخششم با توجه به اینکه برای اینکه نسبت بده به خارج، چون میگه این نیروها وابسته هستن به عربستان و آمریکا و اینا، بعد میگه این نیروها هستن که پشت این هستن، با این کار یعنی زدن به اصلاح موشک یا توپ باران. الان مثلا دیروز پریروز اطراف ماکو اینها بوده توپ باران شدید، میدونی، و یا مثلا توپباران میکنه مناطق مرزی رو تو منطقه حاجی عمران اینا شمالی نزدیک مثلا ارومیه و اینا، اون طرف اون مرز ها، مرز شنوریه و اینا. بعد یا مثلا همین مقرهای اردوگاه های سازمان های سیاسی رو مستقیما چیز میکنه. یا الان شما هم اشاره کردین که سه تن از فعالین حزب دموکرات رو، دو تن رو در منطقه عربی، الان یک سه و میشن به اصلاح همین دیروز پریروز بود که ایشون را هم به اصلاح ترور کردن و اینها. یعنی دنبال این رژیم که بگه در واقع این خود مردم کردستان نیستن، بلکه این عناصری هستن که وابسته هستن به این احزاب، و این احزاب هم سر به که با این کار نیروهای سرکوبگر خودش رو قانع بکنه که به خط نگرشون داره، این مسئله در واقع حمله به کردستانه. در این حال یک جوانب دیگر هم داره دیگه، طبیعتا نشان بده به ترکیه، به سوریه، به عراق و اینها، چون دولت هایی هستن که بالاخره کرد توی این چهار تا کشور تقسیم شده، یه چراغ سبزی به اونا نشون بده که آره زمانش رسیده که با هم دیگه دست به یکی بکنیم. و اصلا حمله هم هستش در واقع به خود اقلیم کردستان، یعنی تنها جایی که کردها یه نیمچه دولتی دارن و سیستم سیاسیش هم علی رغم تمام ضعفایی که داره، فساد فلان البه، ولی تنها جایی که سکولاره، که جداگانش فرق داره با دیگر نقاط سیاه خاورمیانه که زنها رو در واقع به این بلا رو به سرشون آوردن، مثل دولت طالبانی توی مثلا افغانستان، الان 44 ساله جمهوری اسلامی توی یمن، ور ور میبینی تنها کردستانه که از لحاظ چیز دولتش که مسلمان باشه ولی سکولار باشه، و میخوان در واقع اینو نذارن به آقای اردوغان از اون طرف و اینا. در نتیجه مجموعه ای از این عوامل، از طرفی اتحاد برای این دولت های متخاصم برای کردها، از طرفی در واقع وابسته نشون دادن به اصلاح این جنبش زن زندگی آزادی به طور غیر مستقیم از کانال نیروهای سیاسی و بازدن اونها، از طرفی در واقع صرفا انتقاد گرفتن خود رژیمه، و میبینه که مردم کرد در کردستان ایران در واقع به خانه هاشون بد نمیگردن و مقاومت ادامه داره در مقابل این رژیم خواهن سرنگونی. لذا این عوامله به نظر من. چون ببینید کردستان علاوه بر اینکه سازمان سیاسیش فعالن، خود مردم ببینید در جنبش اولا سندیکای کارگری داره در سنندج و سقز، بعد
مردم در جنبش بازنشستگان حضور دارند، در جنبش معلمان حضور دارند، در جنبش سندیکای وجود دارند و به طور فعال چه در مهابات، سقه، سمندج، تمام مناطق کردستان مردم حضور دارند. در هر به عنوان مثال این پیمان گلوانی رو وقتی زیر شکنجه کشتن، در تشییع جنازش مردم تعداد وسیعی در مهابات شرکت کردند. شرکت کردن، یا همینطور موسی اسماعیل زاده را که کشتن و اعلام گفتم که بین 18 تا 21 تیر ماه 15 نفر شهروندان کرد رو گرفته. و همونجوری که خودت هم اعلام کردید، شاید بگم چند بار به طور بی سابقه یک اعتصابات سراسری در کردستان به فراخوان احزاب بوده. این مثلا خواستم شما به نظر شما آیا رژیم تا کجا میتونه جلو بره؟ تا کجا میتونه این سرکوبش رو، چون که مردم دارن مقاومت میکنن در کردستان به هر قیمتی، و از اون بر احزاب کرد در اونجا به نظر شما چه کارهایی میتونن انجام بدن که بتونن ارتباطشون با مردم قطع نشه و بتونن گسترش بدن این چیز؟ ارتباطشون که قطع نمیشه، دو چیز. یک، جنبش توی 44 سال گذشته مقاومتشو ادامه داده در مقابل جمهوری اسلامی، زمانی که در هیچ جای دیگه ایران اونجوری صدایی نبود، تو کردستان همواره بوده. به دلیل همین سازمان یافتگی به اسلام مردم توی کردستان، درجه سازمان یافتگی بالا، به این دلیل در واقع این مسئله ادامه داره. اینی که احزاب سیاسی بتونن چی کاری بکنن، رژیم تمام تلاششو انجام داد در ظرف همون روزها و ماهای اول جنبش زن زندگی آزادی، جنبش که در واقع چیزو ملیتمن سلال شما یکم عقبتر بشینید. بله چشم، بهتر شد، بهتر شد. اینجا شو میگم قطع کنم، باشه عرض بشه، چون صدا خیلی ضعیفه، به این خاطر میگم شاید صدای منم اینجوری ضعیف باشه برای شما. به این خاطر رژیم سعی میکرد که این رو ملیتاریزه بکنه، یعنی کاری بکنه که جنگو بکنه بین جنگ احزاب مسلح در کردستان ایران و بگه آره این ربطی به مردم نداره. یعنی اون نعمتی بود که این میخواست، ولی احزاب متوجه شدن، دستشو خوندن و وارد نشدن، چون این یه جنبش سیاسیه، جنبش مردمیه در سراسر ایرانه. یعنی میخواست تبدیلش بکنه به جنگ بین خودش، نیروهای خودش و این احزاب کرد، پیشمرگان، که بعد با موشک و با هر چی از دستش به صح توی چیزش هستش بزنه و اینجوری انتقام بگیره شدید. میدونی خواست رژیم این بود. احزاب سیاسی گولشو نخوردن، فریب نخوردن، خیلی عاقلانه و فهمیده و اینا زیرکانه عمل کردن که در این حال عرض کردم دیگه، نشون دادن که این مردم پاسخ میدن به فراخوان هاشون. همین الان اگه این احزاب سیاسی دوباره فراخوان مشترک بدن، از مردم بخوان، مردم دوباره اعتصاب میکنن. وسیع دقت دارین، و رژیم اینه که میترسه، اینه که میخواد تبدیلش بکنه به یه چیز دیگری. میخواد بگه آره این احزاب سیاسی هستن، اینا در واقع مخالف جمهوری اسلامی از اول بودن، هستن، هیچ چیزی جدیدی شکل نگرفته. میخواد به مردم بگه در واقع که در جاهای دیگه تا حدودی جنبش فروکش کرده، میخواد در واقع بگه آره کار کردستان هم یک سره بکنه دیگه، ولی نمیتونه، چون 44 سال گذشته این مسئله نشون داده این مردم رژیم روز اولش گفتن جمهوری اسلامی نه. یادم هست من بودم توی اون تظاهرات که اون شعار رو دادیم، تا امروز ادامه داره این ماجرا، مردم جمهوری اسلامی نمیخوان. لذا بیهوده داره تلاش میکنه جمهوری اسلامی، هر کاری بکنه، میخواد 100 تا موشک بزنه، میخواد در واقع فشار بیاره به دولت عراق که این روز اولش نیست، این بار اول نیست، به هزار شکل عوض کرده این قضیه. و اونا میگن خب اینا حالت پناهنده دارن، ما مگه میتونیم از حقوق انسان ها چیز بکنیم؟ در کمپ های خودشون کار هم به تو ندارن دیگه،
تو چیکار داری؟ اینی که اگه تو میخوای حالا نفسشون هم ببری بگی اجازه نداشته باشن تلویزیون هم داشته باشن، خب این نمیخونه با هیچ عرف بین المللی. لذا دولت عراق نمیتونه خواست جمهوری اسلامی رو اونجوری که اونا میخوان مو به مو اجرا بکنه. عین همین شامل دولت اقلیم میشه. دولت اقلیم نمیتونه چون اینا با عنوان پناهنده اونجا هستن، کارت دارن، کارت چیز، لذا اجازه ندارن. تنها اینا هم نیستن ها، مال کردستان، کردای ترکیه هستن، کردای سوریه هستن که اونجا هستن، که فقط مال کردای ایران نیستن، تو کمپای متعدد هستن بر اساس قوانین بین المللی، کما اینکه کردها هستن، کردای عراق توی کشورهای اروپایی پناهنده هستن، دارای حقوق هستن. میدونیم این بر اساس حقوق بین الملل، بر اساس قوانین اینا اونجا هستن، لذا دولت اقلیم هم نمیتونه اینا رو بیرون بکنه یا نمیتونه خلع سلاحشون بکنه، چون اینا میگن آقا اگه ما استفاده کردیم از این اسلحه اون وقت شما حق دارین، ولی حق دفاع همیشه هستش دیگه. اگه 4 تا تروریست بعد اومد که ما اینکه نشون داده بیاد حمله بکنه به اردوگاه ما، خب ما بایستی بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خب ما نمیتونیم منتظر باشیم تا آسایش نمیدونم دولت اقلیم بیاد به دادمون برسه، تا اونا برسن اینا میتونن حمام با خون به راه بندازن. لذا خواست منطقی دارن و نمیتونه دولت اقلیم حرفی نمیتونه داشته باشه در مقابل این. بر این اساس به نظرم نمیتونن کاری بکنن که مثلا حالا میگن خلع سلاحشون بکنین یا بیرونشون بکنین یا همشون ببرین وارد یک کمپ بکنین. تمام این خواستا رو ترک کردن، ولی اینا خب مقاومت میکنن، حق خودشونه. طرف میگه آقا من یه جنبش جداگانه هستم، علیزاده میگه من یه جنبش جداگانه هستم از آقای معتدی، نمیخوام باش در یک کمپ باشم، چون در یک کمپ باشم ممکنه زد و خورد ایجاد بشه بینمون، و این بسیار طبیعیه، بسیار منطقیه. لذا رفیق بر اساس در واقع خواستهای منطقی حقوقی و بر اساس حقوق بشر اونا اینجا هستن، طبیعیه این کارا رو اقدام، این اقدامات جبونانه رو انجام میده، بیاد اینجا یه پیشمرگی که رفته مثلا کس و کارش رو ببینه یا چیزی بکنه، اونجا ترورش بکنه یا اونجا، میدونی چون گفتم همیشه خانه های تیمی مخفی تو شهرهای کردستان عراق بخصوص تو منطقه سلیمانیه زیاد داشته، برمیگرده به سال 2000، یعنی 23 سال پیش، دقت داری، مال امروز نیست. طبیعی اینا رو فعال نگر میداره، چرا؟ میخواد توجهاتو از داخل ایران منحرف بکنه، فرافکنی میکنه، میخواد بگه که آره داخل ایران هیچی نیست، اینجاست که چیزه، مسئله رو میدونی منحرف کردن افکار اینه. و الا به نظر من هیچ خطری جنبش کردستان رو تهدید نمیکنه، مردم همچنان خواست دموکراتیک خودشون رو دارن، طالبش هستن، هیچ چیزی هم تغییر این مسئله رو تغییر نمیده، مگر اینکه دولت مستقل خودشون رو داشته باشن، مگر اینکه به خواست دموکراتیک خودشون برسن، که حالا فدراتیزم در ایران و اینا هم حقوق خودمختاری و چی میدونم حقوق ملی خودشون رو به دست بیارن، حقوق دموکراتیک خودشون رو به دست بیارن. تنها راه حل اونه. تا اون زمان هیچ چیزی اینا رو خدشدار، چون خواست مردمه، خواست هر کودک 5 ساله ایه این خواست رو داره تا برسه به پیرمرد 80-90 ساله. لذا از دست حتی اگه این احزابم بگن آره ما پشت اینو خالی میکنیم، بازم مردم مجبورشون میکنن، احزاب جدیدی بوجود میان به قدر این شکل، چون در بطن مردمه، در ذاتشون نهادینه شده. درسته، ولی خب این چون رژیم متاسفانه موشک باران خواهد کرد، یعنی منظورم اینه که این چه تمهیداتی، چه چیزهایی در آتی خواهد دید، که اون دفعه تلفات چیزی خود تعداد کشته شدن در موشک باران جمهوری اسلامی علیه مقر سازمان های کرد ایرانی در اقلیم کردستان. بله، کویه.
میخوام اگر این بار هم بخواد تکرار کنه، آیا به نظر شما اقلیم کردستان چه کاری میتونه انجام بده، چه چیزی میتونه انجام بده که جلوی کشتار اینجوری رو بگیره؟ چون در این اقلیم کردستان در مذاکراتی که داشتن بهشون گفتن که اینا شما نباید این انتظاری از ما داشته باشین، نه همزبان ما هستن، عنوان پناهنده اینجا هستن، ما اجازه به خودمون نمیدیم و مسائل درونی کردها رو اجازه نمیدیم به کسی دخالت بکنه. اینا برادرای ما هستن هیچ گونه، ولی ما اجازه نمیدیم برای همسایه هامون مزاحمت ایجاد بکنن. هر وقت مزاحمتی از کانال ما بود، از مرزهای ما، شما حق دارید حرف بزنید. اینا پاسخ خودشون داشتن. روابط اونام با جمهوری اسلامی یه چیزی جداگانه است، به خودشون مربوطه، هیچ دخالتی هم کرده ایران ندارن توش. این همین عکسش هم صادقه، یعنی اینها در واقع اجازه نمیدن به دولت اقلیم که بیاد روابط در واقع اینا رو با جمهوری اسلامی تنظیم بکنه براشون. مثلا بگه آره اسلحاتون زمین بذارید، آره از خودتون دفاع نکنید. حالا موشک باران میکنه، خب در گذشته کرده، در گذشته کرده، ممکنم هست در آتی هم دوباره انجام بده. احزاب سیاسی هم خب اون اولین بار که این موشکای نقطه زن زد و اون محلی که اتفاقا جلسه داشتن کمیته مرکزیشون که 6-7 نفرشون از حزب دموکرات کردستان هنوز متحد نشده بودن، دو جناح حزب دموکرات، در واقع هدف اونا حزب دموکرات کردستان ایران بود ولی خورده بود مال حزب دموکرات کردستان، توی شهری است به اسم کویه، مقرشون اونجا بود اردوگاهشون، ولی دیگه الان خب اون تجربه رو دارن دیگه که ممکنه موشک در نتیجه، حتما اونا هم خب چیزای لازمه خودشون رو، کار قایمی خودشون رو انجام دادن دیگه، یا باعث انجام بدن که طبیعی هم است که انجام دادن، اینی که پخش کردن نیروهاشون در اکثر اوقات، اینی که برگزاری جلساتشون از طریق هایی که در واقع همه در یک نقطه جمع نشن، اینا رو خب طبیعتا دیگه احزاب سیاسی هستن و دارای تجربه هستن و دیدیم که بعد از اون دیگه نتونسته ضربهش به چه دلیله که میاد مثلا یه پیشمرگه‌ای رو که بدون اسلحه هست در یه شهری گیر میندازه و ترور میکنه، برای اینکه میدونه دیگه اون چیز کارگر نیست دیگه، اون متد که بزنه مثلا ضربه شدیدی بهشون بزنه، چون خانواده هاشون رو پخش کردن، اردوگاهشون رو پخش کردن و فلان، اینها امکان این که بتونه ضربه کاری اونجوری بزنه دیگه خیلی پایین اومده، به دلیل اینکه اونا هم خاکریزای متعدد ایجاد کردن برای خودشون که جلو این ضربات رو بگیرن. بعد خب از طرف دیگه خب جنبشیه دیگه، جنبشیه، یک دشمن فاشیستی عمل میکنه، بیرحمه، حاضره به خاطر رسیدن به در واقع اهداف خودش هر عملی رو انجام بده. خب در مقابل این دشمن دو راه هست دیگه، یا بایستی تسلیم بشن بگن آقا از خواستمون به عنوان آزادی مردم کرد دست میکشیم، یا اگه بخوان خب پای توانشم میدن دیگه. خب این شکلی قضیه. لذا چه احزاب سیاسی چه مردم کردستان هم دارن تاوان اون مقاومت رو میدن، هم دستم نمیکشن، چون راه دیگری نیست. آخه چون به عنوان شهروند درجه دو هم دیگه نبودن از توی 100 ساله گذشته در تاریخ ایران پرتا، که خب من الان خودم 65 سال سنمه، 60 سالش من 6 ساله بودم پدرم دستگیر شده دیگه، کلاس اول تازه رفته بودم کلاس اول، 6 سال و 6 ماه. خب این ماجرا ادامه داره. 200 نفر از شهرهای کردستان اون زمان رژیم شاه دستگیر کرد و تا به امروز این مسئله ادامه داره و میبینی که این جنگ و گریز ادامه خواهد پیدا کرد و اینجوری نیست که تمام بشه. فقط یک مسیر جلو هست، راه عقب نیست، چون که عقب رو ما دیدیم دیگه. الان مثلا کردها در منطقه کردستان از جنبش عبیدالله شمزینی نزدیک 200 ساله میگذره، اگه نه بیشتر،
بعد جنبش سید رضا توی درسیم فلان، خب اون جنایاتی که دولت مثلا ترکای جوان فلان اینا را انداختن، یعنی 500 تا دختر کرد از صخره های درسیم خودشونو پرت کردن که توسط سربازای ترک بهشون تجاوز نشه. این ماجرا در تاریخ کردها خیلی چیز هست دیگه، خیلی زنده براشون. راه عقبگرد نیست، فقط راه جلو هست. الان میبینید در کردستان عراق به درجه چیز آزادی رسیدن، به یه درجه ای. کردستان سوریه به همین ترتیبی درجات دیگری مونده. این دوتا اصلیه، ایران و ترکیه، طبیعی سختره تا زمانی که این ماجرا ادامه داره. حالا ایران جمهوری اسلامی بره، در واقع سه جا میشه، در اون صورت دیگه امکان خیلی واقعی تر میشه یک کنفدرالیسمی چیزی ایجاد بشه در منطقه به نام کردستان و اینها، که تنها مسیر اینه. هرچی زودتر جمهوری اسلامی، دولت های منطقه این مسئله رو بفهمن که کردها عقب نمیتونن برن، چون عقب رفتنشون یعنی مرگ تدریجی براشون. و خب این رو تجربه کردن 3000 سال از زمانی که مادها قدرت رو از دست دادن، اینو تجربه کردن توی زندگی و میخوان یک قدم پیشتر برم. کما اینکه حق هر انسانیه که زندگیشو، هر ملتی، هر مردمی که زندگیشون رو ارتقا بدن، اینو خواستو دارن. بنابراین و هرچه زودتر هم جمهوری اسلامی یا هر رژیمی سرکار دولت مرکزی توی ایران این رو بفهمید توی ترکیه بهتره، چون میتونن در همکاری این ملت با هم دیگه بیشتر پیش برن. دقت دارین؟ خب در حال به آخر برنامه رسیدیم، اگر نکته ای به نظر شما که از میخواید توضیح در چند دقیقه توضیح بدید. نکته اینه، خب آدم فقط میتونه به سر تعظیم فرود بیاره در مقابل این در واقع زجری که این خانواده ها میکشن، جوانانشون از دست میدن زیر شکنجه، میدونی، یا مثلا ناپدیدشون میکنن بعد به قتلشون میرسونن، یا اینجوری ترور میکنن، یا چی میدونم زیر بمباران از بین میرن، یا توپباران میشه و فلان. یکی اینه که واقعا باید آدم درود بفرسته به شجاعت و مقاومت این خانواده ها و این مردم در مقابل این صبائیتی که جمهوری اسلامی از خودش نشون میده. و یکی این که شکی نبایستی داشت، رژیم تلاش میکنه تا زمانی که اون عواملی رو که باعث شده این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی شکل بگیره، تا زمانی که نتونسته اون عوامل رو از بین ببره، دیر یا زود این جنبش دوباره، این شعله ها دوباره زبانه خواهد کشید. من در این شخصا هیچ شکی ندارم. ممکنه این تلاش میکنه از طریق سرکوب، مردم خسته شدن، خب 5 ماه 6 ماه تو خیابون بودن، دوباره ولی این زبانه میکشه، شک نبایستی داشت. لذا هر چی زودتر بفهمه بره کنار بهتره برای جامعه. دزدیشون رو کردن، فسادشون کردن تو جامعه و کافیه دیگه، به اندازه خودشون دزدیدن دیگه، برن کنار که مردم بتونن یه خاکی به سر خودشون بریزن، تصمیمی برای زندگی خودشون بگیرن. به امید اون روز، به امید سرنگونی جمهوری اسلامی، به امید پیروزی خرهای متحد مردم ایران علیه جمهوری اسلامی برای آزادی و برابری. و با تشکر از شما که بیننده برنامه ما، روز و روزگارتان خوش باد.